بهرامو بیاریم بالا و دیگه دوستان بهرام نیان. بگو بگو. سلام 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 یا باش باش دی... بله دیگه لینک هم نذاریم الان. فرشاد و دانیال و اشن منتظرن، لیتون هم منتظره، امیدوارم درباره بتمن و جوکر صحبت نکنه. بهرام اگه میشه سوال تو سریع بپرس. آره سریع چیز من فقط یه نکته میخواستم در مورد صحبت قبلی شما، چون من موضوع صحبتم چیز دیگه است. این که شما گفتید که من قانع کنید به خاطر اینکه توهین نکنن، من نظر خودم شخصم اینه که ما داریم زندگی میکنیم به خاطر ارتباط با دیگران. دلیل نداره من بخوام مثلا ارتباطم با کسی دیگه خراب کنم، بهش توهین بکنم. درسته قانونا شاید این قانون اجازه رو من داده باشه، قانون بیان و هر چیز دیگه، من بتونم این کارو بکنم، ولی لزومی نمیبینم. مگه چرا یه جایی که سوالی هم من پرسیده میشه توی شرایطی بخوام اون نظر خودم بگم؟ ولی در کل میگم گفتنش لزومی نداره که مثلا توهین کردن به دیگران باید، چون قانونی حق ماه ما باید همه جا توهین بکنیم. و خوشم اومد شما حرف قشنگی زدی، گفت من با این مسلمان صحبت میکنم مستقیم بهش توهین نمیکنم، ولی اگه تو برنامه خودم باشه این حقو دارم که توهین کنم. من میگم حالا همونجا هم اگه زیاد ضرورتی نداره و چیز مهمی آدم نمیخواد بیان کنه، لزومی نداره که به کسی توهین کنه. حالا نمیدونم درست یا نه نظرم. نه نظر غلطه. لزومش من برای توضیح میدم. ببینید لزوم داره، خب به خاطر اینکه ما وقتی داریم توهین میکنیم داریم یه واکنشی نشون میدیم به دیوارهایی که دارن میکشن دور و بر حرفایی که ما اجازه داریم بزنیم و نزنیم. خب شما میگین که ما میخوایم رابطه داشته باشیم با آدمای مختلف، وقتی داریم توهین، ببین تو ولن تو میگی توهین با اونا داریم میکنیم، توهین به عقاید، با توهین به شخص فرق داره. خب یکی، ما وقتی که به ما گفته میشه که توهین به یک سری عقاید و اجازه نداریم بکنیم، خب یا و میخوان جلوی ما رو بگیرن، این کاربرد بسیار زیادی داره که ما بریم به همون عقایدی که داره به ما گفته میشه که نباید بهشون توهین بکنیم، کاربرد بسیار زیادی داره که بریم بهشون توهین بکنیم. خب و این به نفع جامعه است، برای اینکه ما نباید بتونیم اجازه بدیم به یه حکومت و یه قدرت دیگه، یا از ترس یا از لحاظ قانونی، که بتونه بیاد تصمیم بگیره که کی چی بگه. من یه چیز مهرم جان، توهین به اسلام به نفع مسلمان ها هم هست. خب چرا توهین به اسلام به نفع مسلمان ها هست؟ توهین به اسلام به نفع مسلمان ها هست برای اینکه ما میخوایم نذاریم هیچ مؤسسه‌ای، هیچ حکومتی، هیچ گروه مثلا یک شبه نظامی، خب به جایی برسه که بتونه بیاد بگه شما حق دارین اینو بگین، شما حق ندارین اینو بگین. وقتی که ما داریم میبینیم داره به جایی میرسه، گوش کن وقتی که ما داریم میبینیم که یک سری گروهای از آدمای دارن جمع میشن میگن دارن تعیین و تکلیف میکنن برای ما کی چی بگه کی چی نگه، اون چیزایی رو که میگن ما نباید بگیم و ما میریم توهین میکنیم که نشون بدن واکنشی که دارن میگیرن دقیقاً برعکسی بود، برعکس اون چیزی که میخواستن. ببین خیلی از مسلمان ها دیدن، خب هم من اینو تجربه دارم هم با مسلمان ها هم با هندوها، خب ما توهین به اسلام میکردیم، خب اینا میان میگفتن که شما حق ندارین مثلا محمد رو بکشید، خب حق ندارین، از ما بترسید. خب ما گفتیم ما نمیترسیم، همه بیان با هم محمد رو بکشید. خب الان این مسلمان ها میان دارن میگن که بابا ولشون کار، اینا میخوان شما رو اذیت کنن، به محمد میکشن. قبلا میومدن میگفتن پیداتون میکنیم پدرتون رو در میارین، خب الان دارن میگن ولشون کنید بذارین محمدش رو بکشن. خب ما انقدر کشیدیم، اینا دارن خودشون دارن احساس میکنن پیروزی دست اوناست، بخاطر اینکه اونا تونستن به جای مخالف نظر نیستن. خب گوش کن، نه هندو هم همینطور. خب من با هندو هم تجربه دارم، اینا با قانون و با سانسور و با افتادن دنبال خانواده هندوهای بعض از هندوها، نه همه هندوها، خب افتادن دنبال خانواده من، دنبال این بودن که بیان تو کانادا، اصلا نمیدونی چه بلایی سر من را آوردن اینا. خب و هر کسی که با من یه حرف میزد، هر کسی که پست من رو از توی هند لایک میکرد، میافتادن پیداش میکردن توی هند، افتاده بودن دنبال خانواده ژورنالیستایی که در اصلا حرف منو گزده بود یا یه پست منو لایک کرد، میافتادن پیداش میکردن، حمله میکردن به خانواده‌شون توی هند. خب
ما میتونستیم انقدر بترسیم که همه اینو بذاریم کنار. این اگه این و خیلی هم این کار، خیلی کسای دیگه این کارو کردن، کسای دیگه که این کارو کردن اینا دیدن این جواب میده، میده این روش موثریه. ما بیافتیم بترسونیم بقیه رو، زور زورگویی موثره. خب ما اومدیم که نشون بدیم که نه، جواب نمیده. ما انقدر خداهای هندوهای شما رو میکشیم که شما ببینید این روش شما جواب عکس داد. اینا الان دیگه بیخیال شدن، از من بیخیال شدن، جواب عکس میده. من به مثلا اصل نظرت موافقم. خب بگو بگو. من با اصل نظرت موافقم، شکم تو این نیستش. بالاخره اون داره اشتباه میکنه، چیزی که اشتباه اشتباهه، ولی من نظرم چیزی دیگه است. بیان کردنش میگن آقا بشین و بفرما به تمام ستاش یه معنی میده. توجه کردی؟ مثلا گاندی اومد اون مبارزه رو کرد و جواب داد. میخوام اینو بگم، حالا اونها شاید دوست تو باشن، یه دکتر باشه که اصلا دکتر شما باشه، پزشک شما باشه. میخوام اینو بگم، با برخورد خودمون لزوما حالا کلمه توهین، ولی جوری دیگه میتونیم اصلا متوجه نمیشه من دارم چی میگم. من گرفتم صحبت شما رو. ببین من توهین کاربرد دارم. من اگه با یه مسلمون صحبت میکنم، من اگه نمیخوام به عقایدش توهین بکنم که اذیتش کنم، بگم ای این داره اذیتت میکنه، اشتباهه. خب اشتباهه. خب این من این کارو نمی من برای این توهین نمیکنم. خب من اگه توهین میکنم به خاطر نه فقط به خاطر ما نیست، فقط به خاطر اسلام ستیزا نیست، به خاطر همه است. حتی به خاطر مسلمونی که نمیفهمه که ما اگه به یک واسه به یک قدرتی این قابلیت رو بدیم که بتونه تعیین بکنه کی چی بگه، این به ضرر همه است، من جمله خود مسلمونا. بله من کاملا اینو قبول دارم. من فقط اینو می‌خواستم بگم خدمت شما که یه چیزی ما به عنوان اخلاق داریم، حالا باید جامعه رو اون محیط رو باید در نظر گرفت و مبارزه عالی از خشونت که میگن اینی که گاندی انجام داد، اینی که کسای دیگه انجام میدن. من یه مثال برای همه میزنم، میگم من در خونه میام بیرون به یه نفر میگم سلام، اون دو تا فحش به من میده، فردا دوباره میگم سلام، باز دوباره میده. بعد 4-5 روز اون طرف دیگه نگاه میکنه خودش خجالت میکشه. اینی که این خودش یه مدل مبارزه است که تو حرفت اشتباهه. حالا اینو میتونیم بگی بابا عقیده تو به این شکل اشتباهه، بیان کردنش من میگم. مثلا من مستقیم طرف بگم آقا خدای تو اینجوری، خب هر کسی باشه جبهه میگیره. حالا من زیاد نمیخوام وارد این بحث بشم، من سوال اصلی چیزی بود از شما. حرفای تو هیچ حرف منو نقد نمیکنه. من که صد بار گفتم وقتی هدفمون صحبت با مسلمان‌هاست یا نقدشون، ما نمیایم توهین بکنیم به عقایدشون یا به چیزی که دوست ندارم بگیم. خب من دارم میگم قبول دارم اینو. الان کلی دارم میگم آرمی وقتی داری با مسلمان صحبت میکنی اگه اینجوری صحبت نکنی بهتره. خب من خودم اینو دارم میگم، من دارم میگم این حرف رو قبول دارم، ولی جاهای دیگه به خاطر هدفهای دیگه توهین به عقاید کاربرد داره. درسته، من شرایط خاصم داره. بله من چیز جنبه عمومیشو گفتم، هر چیزی بالاخره یه شرایط خاصی هم داره. حالا اینو ازش اگه بگذریم، من چون برنامه شما رو دیدم که مناظره کردید، آقای هاشمی بود و با چیز بود آقای سلیمانی بود، من اونو دیدم، از چیزتون خوشم اومد، اومدم تو کانالتون، خیلی هم لذت بردم و از این برم دنبال میکنم شما رو. میخواستم اینو بگم، شما میگید خدا ناباور، منظورتون چیه؟ کسی از خدا ناباوری نداره. کسی یعنی اصلا به خدا به چه شکلش مثلا اعتقاد ندارید؟ مثلا یکی مسلمونه میگه خدای من اللهه، یکی از زرتشتیه، هر کسی یه دینی داره، اون به اون شکل خدا رو میپرسته. شما مثلا به چه شکلی میگید ما خدا رو قبول نداریم؟ خدای اگه تعریف، اگه شما به چیزی اعتقاد داشته باشین که خداگاه باشه و آفریننده و آفریننده جهان باشه و جهان رو داره مدیریت میکنه به هر شکلی، اگه شما به یه همچین چیزی اعتقاد داشته باشین میشین خدا باور. اگه به هم چیزی اعتقاد نداشته باشیم میگیم خدا ناباور. پس میشه یک موجود خداگاهی، یک موجود خداگاهی که جهان یا یا همه جهان یا قسمتی از جهان آفریده و یا همه جهان و یا قسمتی از جهان رو داره مدیریت میکنه. این تعریف ما از خدا میشه. اگه شما به خداهای دیگه اعتقاد دارین خدا باور نمیکنه. اگه شما بگیم برای من خدا ریاضیه، ما به شما نمیگیم خدا باور. اگه شما بگین خدا برای من خدا میشه عشق، ما به شما نمیگیم خدا باور. باید خدای شما این تعریف رو داشته باشه که ما به شما بگیم خدا باور. دقیقا منم همین منظورم بود. میخوام اینو بگم حتی مسلمان‌ها به نوعی خدا ناباورن، چون مثلا ازشون میپرسی خدا کیه، شکل خدا رو نمیدونن چجوریه. خدا نوره، خدا جسم، خدا
نه 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 میگن قبول خدای ندارم. جهان آفریده، درسته؟ این خدایی که میگه آفریده بالاخره یه تعریفی داره دیگه، هر چیزی یه تعریفی داره. این خدایی که تو آقای بهرام مسلمان جان میگه خدای گوش، من، درسته که من میخوام تعریفاش اینو با هم بگم که فرق داره. همینه میخوام بگم، شما که خدا رو میپرستی آقای مسلمون شکل شمایلی براش قائل نیستی، نمیتونی بگی نوره، نمیتونی بگی اصلا تعریفی واسش نداری، فقط میگی من به خدای دارم. یگانه اعتقاد دارم. حالا نه به خدای یگانه میتونی چی باشه؟ میتونه همه چی بهرام باشه. جان حرفت اشتباس، حرفت اشتباس. مسلمان ها خدا باورن به خاطر اینکه خدایی که بهش اعتقاد دارن، تعریفی که من از خدا کردم همون تعریفیه که مسلمان ها از خدا دارن. خب مسلمان ها اگه بگی خداتون خداگاه هست یا نه، میگن بله خدای ما خداگاهه. اگه به ازش بپرسیم آیا خدای شما جهان آفریده، میگن بله خدای ما جهان آفریده. اگه ازش بله بپرسیم آیا شکل خدای خاصی شما ازش در جهان، ندارن. بذار بهرام جان مهم نیست که چه بله شکل قدرت خاصی شو داشته باشه. اه بذار من حرفم تمام بشه بهرام جان، من مهم این نیست که بفهم شکل خاصی بفهم. داشته باشه. تا وقتی که این سه تا شرط داشته باشه میشه خدا. خدای مسلمون ها این سه شرطش تا یه بار شرط دیگه میگه، داره، من متوجه شرطش نشدم. یه بار دیگه میگه شرطش یکی خداگاه باشه، یه چیز، یه موجود خداگاهی باشه. خب نمیتونی آگاهی بگی داشته ریاضی باشه، خداگاهی، آگاهی داشته باشه. خب یک بله موجودی باشه که آفریننده یا همه جهان یا قسمتی از جهانه. خب یه بله موجودی باشه که مدیریت یا همه مدیریت همه جهان رو میکنه یا قسمتی از جهان. تا وقتی که این سه تا شرط رو داشته باشه و شما به این اعتقاد داشته باشین، ما به شما میگیم خدا باور. لازم نیست دقیق در بقیه خصوصیاتش دقیق بدونی چه شکلیه، چه جوریه، شکل داره نداره، عصبانی عصبانی نیست، مهربون مهربون نیست، مهم نیست. بقیه خصوصیاتش مهم نیست. این سه تا خصوصیت رو داشته باشه و شما بهش اعتقاد داشته باشین، شما میشین خدا باور. فقط همین سه تا کافیه. که آگاهی، خب آگاهی شامل چی میتونه باشه؟ خب خیلی چیز آگاهی داره. کامپیوترهایی هستن برای که همین تمام معادلات در یک ثانیه میلیاردها خب اطلاعات آگاهی میدن به آدم. بهرام جان بذار من یه بار دیگه بگم، بذار من بگم. ببین خداگاه باشه، خالق باشه، خب آفرنده خالق بله. باشه، خب من مدیر باشه. شما الان کامپیوتر درست داری که مدیر خالق و هر سه تا رو با نه هم من دیگه، میگم یه دونه از شرطاش میتونیم شامل این باشه. تعریف درستی نه هم ندارم، من باید میخوام اینو بگم. باید تعریف مسلمان باید میخوام نقد کنم. این چیزی باید که هر اون سه تا میگن شرط داشته، باید هر بله سه تا من شرط داشته باشه. بعدم کامپیوتر خداگاه نیست، باید خداگاه باشه. فقط خب آگاه، دیگه هر این آگاهی رو من چی میگن، این عقل مصنوعی شو کامپیوتر. چی میشن جدیدن خالق کشف جهان کردن، که نیست، خالق نیست، باید خالق هر که سه تا نیستش شرط باشه. بله، ولی خلق کننده، خود انسان خلق کننده است، آگاهی هم باید هر داره سه تا خود شرط، انسان. باید نه باید هر سه، باید هر جهان یا طبیعت بله نمیتونه، من میخوام اینو نمیتونه. بگم، من دفاع از مسلمان ها نمی کنم، خودم منتقدشونم، ولی من نظر شخصی خودم میخوام بگم، وقتتونم نگیرم، میخوام اینو بگم. اون خدایی که اونا میگن، شما میگیم، ما میگیم، شما میگید ما اینو قبول نداریم، اونو قبول نداریم، اینا همش تعریفاییه که ما رو سنت ها و رو روش ها و رو این چیزایی که برایش شکل شمایل درست میکنیم اختلاف داریم، و الا هممون به اون چیزی که به اون لذت میده اون خدای به نظر من. حالا به هر شکلی یه غذا خوردن، اون نه لذت غذا برای من خداه، نمیدونم هر چیزی نه. که فکرشو بکنیم میتونه خدا باشه. نه نه بهرام این غلطه. ما نمیتونیم بیایم ببین شما، چون من خدا تعریف خاصی نداره، هیچ که نتونسته داره تا امروز تعریفی از خدا بکنه. یه کاملا دانشمندی بود، غلطه. من نمیدونم شما بهرام داستان کاملا شنیدید یا نه. نه نه بهرام جواب بذار، بهرام من جواب این من حرف آخرتو یه بذار. دقیقه من اینو بگم، دانشمنده رو یادم نره اگه اجازه بدی. اینو شاید شما داستانش شنیده باشید که یه دانشمندی بوده، اروپایی هم بوده، که یه عمری دنبال خدا میگشته، به هیچ نتیجه هم نمیرسیده، مثل الان ما. این قدم زنا میره لب دریا، میبینه یه بچه داره توی ماسه ها چاله میکنه، بهش میگه داری چیکار میکنی؟ میگه میخوام دریا رو بریزمش توی این چالهه. اونجا بود که تازه متوجه میشه، میگه خدایا من چطور میتونم این همه بزرگی و دانش تو رو بزنم تو چاله کوچیک مغزم. باشه حالا من میخوام اینو بگم، برام اون داستانی خب که من و دیگه شما از خدا بذار داریم تو باشه. ذهنمون نمی گنجه. کاملا غلط این حرفت. بذار من حرف آخرم بزنم بعدم دیگه بریم سراغ نفر بعد. خب
خدا یه تعریف خاصی داره. اینکه خصوصیت خدا بین ادیان مختلف با هم فرق داره معنیش این نیست که شباهت بسیار با هم زیاد داره. خب برای همین من تعریف رو که بهت دادم درسته، خصوصیت خدا بین بین خدا باورهای مختلف بسیار با هم فرق داره. خب خدایان هندوها، خدایان مسلمانها، خدایان مسیحی ها خصوصیت خدایشون با هم فرق داره، ولی خدا تعریف داره. نمیتونیم بگیم هر چیزی میتونه خدا باشه. شما کسایی هستن که تعصب دارن به اینکه خدا رو ازشون نگیریم، با اینکه متوجه شدن که اعتقاد به خدای اسلام کاملا غیر منطقیه، ولی علاقه شخصی به اسم خدا دارن، میخوان تعریف خدا رو عوض بکنن که بتونن به یه چیز دیگه بگن خدا، که این خداشون براشون بمونه. این بازی با کلمه است. ما میدونیم تعریف خدا چیه، ما میدونیم منظور اکثر مردم جهان درباره خدا چیه. حالا شما میخواین اسم یه چیز دیگه رو بذارین خدا، که بتونین یه خدا رو برای خودتون نگه دارین، برین بازی رو با کلمه بکنید. من میتونم بگم که من آتئیست نیستم، برای اینکه اسم اینو من میتونم اسم اینو بذارم خدا. آیا به این وجود این اعتقاد دارم؟ بله. پس من شدم خدا باور. این بازی ها بی‌معنیه. ما میدونیم ما معنی لغات رو میدونیم، تعریف لغات رو میدونیم. وقتی مردم در باره خدا صحبت میکنن میدونیم اکثرشون دارن در باره صحبت میکنن. شما میخواین برین ریاضی بگین خدا، بگین من خدا باورم، خب منم میتونم به گربه بگم خدا، پس منم میشم خدا باور. میتونم به سگ و یک به عشق، برای من خدا عشق میشه خدا. خب شما برین با کسایی صحبت بکنین که از لغات یه جور دیگه استفاده میکنن. ما داریم با کسایی صحبت میکنیم که تعریف لغات رو میدونن و اینا رو به هم نمیریزن که بتونیم با هم رابطه. شما اگه بخواید معنی لغت ها رو اینجوری عوض بکنین که ما اصلا که نمیتونیم با هم حرف بزنیم، برای که هر کسی یه تعریف خودش رو برای یه کلمه داره. ما میدونیم اکثر مردم در مورد خدا منظورشون از خدا چیه. درسته. خیلی ممنون شدم از اینکه شما اجازه ما بدین باهاتون صحبت بکنیم. من ولی من نمیخوام بگم شاید 100 سال دیگه 200 سال دیگه بالاخره به یه چیزی برسن که امروز ما نرسیدیم، به تعریفی دیگه ازش برسن که ما بعد بریم تعریفمون اشتباه بوده یا شاید درست بوده. تعریف خوشحال شدم. تعریف بهرمجه تعریف تعریفی که دارم شده. میگم از این خدا میکنیم به خدا باور یا خدا ناباوری رو میگم شاید 100 سال دیگه باش بهرم تکرار نکن. بهرام جان تعریف نمیتونه اشتباه باشه، چون تعریف چیزیه که ما با هم تعیین کردیم. تعریف اگه جامعه با هم قبول بکنه که تعریف یه چیز، ببین ما اگه اسم اینو گذاشته باشیم بوتری، تو نمیتونی بیای بگی این تعریف غلطه. یعنی چی غلطه؟ ما با هم تصمیم گرفتیم که اسم اینو بزنیم بوتری. غلط بودن نداره، یه چیزیه که به طور با هم قبول کردیم که اسم چی این چیز باشه. بله این بوتری رو، بوتری و چیزایی که میبینیم همه تعریفشون مشخصه چون میبینیم، ولی خدایی که نمیبینیم هر کی برای خودش چیزی میگه. اینه میگم من شاید 100 سال دیگه چیزی میگن که همه اینا درست باشه. تعریف کلمه نمیتونه غلط باشه، چون تعریف چیزیه که ما به طور داوطلبی تعیین کردیم. غلط بودن تعریف معنی نداره. مرسی بهرام جان، بریم سراغ نفر. خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم. ممنون. منم همینطور. ممنون.